سه روز پس از افشای فساد جدید در سازمان بورس و برملا شدن وام‌های میلیاردی و کم‌بهره سازمان به مدیران خودش، مجید عشقی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار استعفای خودش را اعلام کرد. در روزهای گذشته تصویر نامه سازمان بازرسی به وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد دریافت وام‌های قرض‌الحسنه از سوی رئیس و برخی اعضای هیئت مدیره سازمان بورس منتشر شده بود که واکنش‌های منفی زیادی در پی داشت و همتی وزیر اقتصاد ادعا کرد که این موضوع را به بازرسی وزارت اقتصاد واگذاری کرده. هادی کسایی‌زاده روزنامه‌نگار در این مورد در شبکه ایکس نوشته اگر مجید عشقی رئیس بورس این 2 میلیارد و 700 میلیون تومان وام بهره 4% که واسه خودش گرفته رو تو یکی از صندوق‌های درآمد ثابت بورس سپرده گذاری کنه، ببخشید، ماهی 67 میلیون تومان بهش سود میدن. قسط وامش هم میشه ماهی 27 میلیون تومان، برای خودش و رفقاش 10 سال ماهی 40 میلیون تومان پاداش تصویب کرده. پیشونیش هم داغ مهر داره. در ارتباط با این موضوع گفتگویی داریم با آقای عبدالرضا احمدی، کارشناس مدیریت اقتصاد از فرانکفورت آلمان. درود بر شما آقای احمدی. شاید این نخستین بار باشه که یک مسئول به دلیل افشا شدن فسادش استعفا میده. این موضوع به دلیل اخلاقی بوده یا مسائل دیگه‌ای پشتش بوده؟ بله، درود به شما و بینندگانتون. البته خب اولین بار که نه، برای پیشتر هم سابقه داشته، به طور مثال فروردین بود فکر کنم معاون قوه قضاییه به خاطر فسادی که منتسب به پسرش بود استفاده داد، یا پیشتر عباس آخوندی زمانی که وزیر راه و شهرسازی بود، یا صفای فراوانی وقتی که توی فدراسیون بود. اینها هم به خاطر فسادی که حالا بهش منتسب شده بود استفاده داد. اما اونچه که من میتونم بگم اینه که این فسادها برای حلقه هایی که حالا یا به خاطر فشارهای عرصه عمومی در راستای شفافیت نیست، بلکه به تعبیر من اینها یک تسویه حساب داخلی است. به طور مثال زمانی که رئیسی کاندید بود و همین همتی که الان وزیر اقتصاد روبروش نشسته بود، خاطرم هستش که در واقع اشاره به دوربین از خبر بازداشت 25 مدیر بانک مرکزی که خب همه زیر نظر همتی بودن خبر داد. حالا الان امروز شما خبر استعفای آقای عشقی رو میشنوید که خب ایشون منتصب رئیسی بوده، الان زمین قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی از یک فرقه به فرقه دیگه انتقال پیدا کرده. درنچه طبیعیه که چنین خبری رخ بده، ولی همچنین گفتم من این رو ماحصل شفافیت یا به خاطر در راستای در مورد فساد نمیبینم، برای اینکه خود سازمان بورس یکی از اون نهادهایی که چه به طور مثال وقتی 99 یک ریزش سنگین کرد و مردم درش کلی متضرر شدن، چه زمانی که درش عرضه و تقاضا کاملا مصنوعیه، چه وقتی که قیمت گذاری سهام درش منطبق بر استانداردهای بازار نیست، همه اینا نشون میده که شما با یک سیستم فاسد روبرو هستید و در این سیستم هم خب بعضی وقتا تصویه حساب شخصی مثل موردی که شامل آقای عشقیه، یا همونجوری که من گفتم پیشتر هم وقتی این استعفای رخ داد شما یک جریمه یا در واقع یک پیگیری قضایی نمیدیدید، بلکه همونجوری صورت مسئله این بود که یک نفر استعفا میده و میره و هیچ پیگیری قضایی هم نمیشه. اتفاقا برای تایید فرمایش شما ایران نوشته که عشقی پس از رأی اعتماد مجلس به همتی به صورت شفاهی هم اصلا استعفا داده بود. اما سوال اینجاست، مجید عشقی در یک برنامه تلویزیونی گفته بود به دلیل محدودیت کارکنان و مدیران باید این تسهیلات در اختیار اونها قرار می‌گرفت. این تسهیلات قانونیه و هیچ مشکلی هم نداره. اولا کدوم محدودیتی موجب میشه که چنین وامی در اختیار مدیران قرار بگیره؟ و نکته دومی که با این استعفا یا نباید حالا که دیگه رئیس نیست این تسهیلات هم شاملش نمیشه تمام و کمال همین الان این وام رو برگردونه؟ ببینید، من یه نکته رو اشاره کنم، چون محسن علیزاده نماینده سابق مجلس گفت که این تسهیلات مختص بهشون نبوده و ظاهرا مدیران قبلی هم چنین تسهیلات مشابهی گرفتم، ولی خب از اساس وقتی شفافیت وجود نداره ما اطلاعی نداریم که چه افرادی بیشتر این رو گرفتن. به خاطر میگم این ظن این که یک تسویه حساب سیاسی بیشتر وجود داره، کما اینکه شما اون حقوقهای نجومی رو که چه در دولت روحانی بود چه وقتی که رئیسی بود خبرساز شد، همه اینها یا خود آقای همتی، خب یکی از پرمسئله ترین
شخصیت هایی که چه در زمانی که رئیس بانک مرکزی بود قریب به 500,000 میلیارد تومان برآورد در واقع خود مرکز پژوهش های مجلسه که رانت اقتصادی دادش رو ایشون پایه پولی و نقدینگی رو بخاطر کسری پول رو جبران کنه بی حساب و کتاب پول شاب کرد و این در واقع باعث تورم شد و حتی اطرافیانش خب منتصب هستن دو تا معاونی که از ایشون بودن وام میلیاردی گرفته بودن کسورات بازنشستگی برای خودشون در واقع رد کرده بودن اما همچنان او به قدرت برگشته برای اینکه آقای خامنه‌ای فعلا آقای پزشکیان رو انتخاب کرده و خود پزشکیان در مجلس میگه که وزرا از زیر رأی خامنه‌ای و تایید خامنه‌ای رد شدن به خاطر همه برگا در واقع حمایت میکنه کما که شما شاید عجیب باشه که وقتی میبینید شریعت مداری پیهان در دفاع از همتی که خب یک زمانی باش میجنگید میاد یادداشت مینویسه و اقدام او رو خیلی میخواد بزرگ نشون بده در مبارزه با فساد ولی همونجوری گفتم عدم شفافیت عدم وجود جامعه مدنی در ایران و عدم وجود توزیع قدرت باعث میشه که ما فقط در یک سطح کوچک که اونم در حد تصفیه حسابه یا به قول شما وقتی ایشون استعفا داده میشه قطعاش قوه قضاییه نمیاد ادامه پیدا بده این قضیه رو که بازگرد در واقع این پول رو برگردونه به خزانه و حتی خود این ماده 4 که اشکو بهش در واقع ماده 4 سازمان اوراق بورس که بهش اشاره میکنه یک بندی داره که کاملا مدیر ارشد رو دستشو باز میذاره که تسهیلات بده حقوق پاداش رو تصمیم گیری کنه و ایشون هم خب زیل این ماده اومده برای خودش و اطرافیانش یک وامی رو به وجود آورده که امروز حولش سر و صدا به وجود اومده. سپاسگزارم از شما عبدالرضا احمدی کارشناس مدیریت اقتصادی از فرانکفورت آلمان.